و حالا الان شما از همه یک قدم چی میگن؟ یک قدم بزرگ، یک قدم فیلی از همه جلوترید. چرا؟ چون درگیر مسئله شدین و دارین بنیادی هم یاد میگیرید. حالا من اومدم تو این داستان لوکس بازار، گفتم برم ببینم که اصلا این آدما دارن چیکار میکنن و خدمتتون عرض شود که چه خدماتی ارائه میکنن که جاش دارن بیت کوین میگیرن. مثلا یکی دو تا گالری جواهر فروشی هست تو دنیا، خیلی مشهورم هستن اینا، بالغ بر 200 سال قدمت دارن اینها، نسل نسل و هم منتقل شده. اینا فوکوسشون روی خب جواهرات خیلی لاکچری و مشتری خیلی خاصی هم دارن. جالب این که بگم توی این لیستا شما این چیزها رو میدیدین، این خدمتتون عرض شود که این فروشنده بیت کوین، یعنی حاضر بودن کالاشون رو با بیت کوین عوض بکنن. لینک اولی که براتون گذاشتم میگه 250 تا جایی که برای از شما بیت کوین قبول میکنن و حالا یا آنلاینن یا اینکه مثلا یه کمپانی که مثلا دفتر داره، ساختمون داره و اینها. اومده دستبندیشو تو چی قرار داده؟ نمیدونم، میتونید ببینید اینو؟ من زومش کنم. تعداد دستبندیش 22 تا اینجا، 22 تا 8، 30 تا دستبندی بزرگ داره. 22 اشتباه کردم. 25 تا اینجا، 25 تا و 22 تا میشه 47 تا، 47 تا و 8 تا 56 کاتگوری مختلفه. این لینکشو براتون بزنین، این لینک ها رو بذارم اینجا. فقط آقای مهندس یوسفی زحمت بکشن اینا رو. بذارن برای دوستان تو اون لینک ها. مثلا ساعت فروشی مختلفی هم هستن که حالا حاضرن که بیان محصولشون رو به صورت آنلاین بفروشن و معادلش بیت کوین قبول بکنه و خب این جذابیت بازار رو بیشتر میکنه. پس هرچی میریم جلوتر میبینیم که بیزینس هایی که حاضرن خدماتشون رو بدن و به جاش بیت کوین بگیرن زیاد میشه. تو همین بین داشتم نگاه میکردم، یه دونه نمایشگاه اتومبیل که ماشین های لوکس توی فروشنده ماشین های لوکس در لاس وگاس امریکا هست، اومده بوده اعلام کرده بوده من مثلا بنتلی و بوگاتی و نمیدونم عرض شود که رویز رویز و این تیپ ماشین ها رو میام به صورت مبادله با بیت کوین میفروشم. اما این وسط به خاطر اینکه ریسک خودش رو به حداقل برسونه، به خاطر اینکه نوسان داره قیمت بیت کوین، اومده پای یه صرافی رو کشیده وسط، میگه شما پول تو بزن از این درگاه، این صرافیه بزن به حساب من، این چنج کنه به حساب من یورو یا دلار یا هر چیزی برسه. ولی دیگه شما احتیاج نداشتی که بری چیکار کنی، اینو یه بار دلارش کنی و دلاره رو ببری اونجا بدی. این از طریق اون صرافیه میاد اقدام میکنه برای اینکه دلار از شما تحویل بگیره، اما عملا شما بیت کوین یا حالا بقیه کوین های با ارزشتون رو دادین و معادلش از این خدمات استفاده کردین. پس یواش یواش داره بازار گسترده میشه، پس نیاز به تبدیل کردن به حداقل میرسه. خواهش میکنم این دغدغه رو از ذهنتون پاک کنید. ببینید مثلا تو مدلایی که میبینید، کار کمپانی هست، بانک هست، فست فود هست، حالا من روی یکیش کلیک میکنم، رستوران ها هست، ایرلاین ها هست، گس استیشن ها هست، دانشگاه ها، تکنولوژی کمپانی ها هست. فکر میکنم ویندوز 10 روی آپدیت هاش و فیچرهایی که داره میتونید با بیت کوین از این کمپانی مربوطه خرید، مایکروسافت خرید کنید. فارکس اکس بروکر ها هستن، فرنیچر استورز ها هستن، جولری فروشگاه مربوط به جواهرات هستن، کارت های هدیه، تئاتر، بعد مثلا یه سری بار و حالا جاهایی که خدمات این تیپی میدن، حتی ردیف 3-19 فروشگاه اسلحه، بیمه، املاک، واتشاپ و خب این داستان 23-3 که حوزه شرط بندی هست، متاسفانه و خوشبختانه که قطعا نه
خوشبختانه از این لحاظ که این بازار گسترده شده، همه باهاش درگیرن، بازار کریپتوکارنسی. ولی خب اینها تو حوزه شرط بندی حسابی دارن از این فرصت استفاده میکنن دیگه. خیلی حواستون باشه گیر این چیزا نیفتین، مطمئن باشین بازنده اصلی شماین. یه سری ویندینگ ماشین داره و یه سری وکیشن رنتال داره که به شما خدمات این تیپی میده دیگه، هتل، بروکر، وی پی ان، تراول سایت، ای کامرس. میخوام اینا رو بخونم که ببینید. موزیک استور، دیتینگ سایت، آن اینا هم رد شیم ازش دیگه، خودتون بعدا برید بخونید دیگه. فوتبال، آن این هم همش رفت تو حوزه چیز دیگه. حتی فروشگاه پت حیوانات که مثلا تجهیزات اکسسوری اونا رو میدن تو این لیسته هست. من بیام روی یکیش که خب خیلی بدنم مشکل نخوریم، یه هتل بزنم. هتلایی که اکسپت میکنه رو برامون لیست کرده. اف اکس چویس، فینی پرو، اینستا پروکس و هر روز به این لیسته داره اضافه میشه. اینا حالا مثلا قسمت لوکسای این قصه هستن که سر حوصله ببینید. اینجا هم 160 تا کمپانی که دارن از این خدمات ارائه میکنن به مشتریاشون هستن. این لینک هم گذاشتم، شما میبینید که تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه آی تی و مثلا ویکی‌پدیا جالبه، یه موقعی اومد صفحه مربوط به همین کریپتوکارنسی و بیت کوین هست کرد، ولی الان دونیت میکنه، میپذیره کمک بهش از طریق کریپتوکارنسی. و اینه این که 180 درجه پیچیدنه، حرفشون عوض شده. بی ام و محصولاتش رو میفروشه، حتی پورشه هم فکر میکنه، بوگاتی، لامبورگینی هم جزء اینا هست. AT&T هم که میدونید مثلا اون شبکه تلفنی هست دیگه. خدمتتون عرض شود که همینطور اسکرول کنیم بیایم پایین، بیزینس های بزرگ دنیا رو میبینیم. حالا بعضا این همین پتی که بهتون گفتمه، بیزینس های بزرگی تو دنیا از این ظرفیت دارن استفاده میکنن و خب به هر حال های اهمیت. اگر شما به عنوان صاحب یک کسب و کار هستین، فکر میکنم همین امروز به فکر ایجاد یه درگاه باشین. قبلا از طریق سایت کوین مارکت کپ این سرویس به ایرانی ها داده میشد، الان باید بگردین یه جای دیگه رو پیدا کنین. این درگاهی که مثلا دیجیکالا داره چجوری خرید میکنین، همین درگاه هم میتونید شما بذارید، یا حالا میتونید کیف، آدرس کیف پول بدین بابت همچین چیزی. من دیگه فقط میخواستم ذهنتون رو آگاه کنم با این مسئله که شما بدونید، آگاه باشید که ظرفیتی وجود داره که به من کمک میکنه که میتونم بیت کوینم رو به جایی که تبدیلش کنم به ریال، دلار، یورو ببرم، خدمات بخرم. الان توی سطح لوکس داره حرکت میکنه و انشالله در آینده نچندان دور شما تو حوزه های مختلفی میبینید. شرکت و برند های مختلفی که اینجا میبینید، مثلا بیت کوین تراول، مایکروسافت، این چیه، این مارک لامبورگینیه، لجر نانو اس، لجر که با هم صحبت کردیم، و این هم بیت کوین قبول میکنه، خودش دیگه داره چیز انجام میده. من اون تیکه اسلاید مر دو تا اسلاید اول از این صرف است، شناسایی میلیاردرهای بیت کوین، اتریوم بهش نپرداختم و آدرس موجودی کیف پولاشونو. معرفی ها رو دیدیم، لوکس بازار رو دیدیم، یه توضیحات کلی هم دیدیم. این برای اتریوم و بیت کوین با هم میبینیم چون توش نکات خیلی جذابی وجود داره. این دوتا آخری هم که بچان سرینا خیلی داستان قشنگی داره، میخوام براتون بگم که دقت بکنید. روز جهانی پیتزا هم قبلا با هم صحبت کرده بودیم. عملا فصل 3 مون خیلی دیگه کاری نداره، از جلسه بعد دیگه ما وارد، بذارید ببینم، آها، دیگه میریم تو سراغ جلسه فردا، میریم سراغ معامله کردن و نکات بسیار مهمی داریم، روش های مختلف معامله گری توی با ریال در ایران و روش های خرید و پیدا کردن ارزون ترین صرافی در دنیا. 9 و 3 دقیقه است، به خاطر اینکه این تیکر رو از دست ندیم. من در مورد طلا با هم صحبت کردیم و بیت کوین، میخوام اینو بهتون نمایش بدم. این عکس مشکل داشت باز نمیشد، من حالا آوردمش تو پینت. همونطور که میبینید این نمودار مشکی رنگ نمودار صندوق های اکسچنج ترید فاند که صندوق های طلاه، مشکی رنگ رو میبینن همه، عکسش رو براتون اینجا شیر میکنم بعدا بردارید. این نمودار رشد
قیمت مربوط به چیز هست، صندوق های طلا هست.